میخوام دعوت بکنم در کمال ادب و احترام از فرماندار خوب و شایسته شهر مجامع دکتر نقیپور دقایقی رو با شما باشی. فرماندار به این خوبی رو اینقدر شایسته باید تشویق کرد. به خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز زیبد، روستاهای اطراف و شهرستان گناباد، خانم ها و آقایان، و خسته نباشید میگم به همه شما به خاطر برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی. بسیار خوشحال هستم امروز ما در جمعمون عزیزانی رو داریم که باعث افتخار همه ماست، بزرگوارانی که از کشورهای خارجی تشریف آوردن و امروز ما خسته کردیم این عزیزان رو از حوزه اقتصادی صنایع گناباد و محصولاتش بازدید داشتن، در حوزه گردشگری بازدیدهای خیلی خوبی داشتن عزیزان، و الان هم که در جمع ما حاضر هستن سرکنسول محترم ترکیه، ریاست محترم دفتر کمیسریار عالی پناهندگان در استان و عزیزانمون رایزن محترم فرهنگی کنسولگری افغانستان و همکارانشون. من جا داره تقدیر و تشکر کنم از جناب آقای ارباب خالص به خاطر هماهنگی ها، به خاطر حضور و لطفی که به گناباد دارن، و تشکر میکنم از ایشون، از حضورشون خیلی مقدم عرض میکنم. جناب آقای مکرمی فر هم از ایشون تقدیر و تشکر میکنم. در طول این مدت کوتاه دو بار به گناباد مسافرت داشتن و در سفرهاشون مسائل گناباد رو به صورت جدی پیگیر بودن. من ممنون هستم از ایشون، از مدیران کل محترمی که در خدمتشون هستن، جناب آقای عجمی که خودشون میزبان هستن، مدیر کل محترم اطبا، جناب آقای حتمی نمین نجات مدیر کل محترم امور شوراها و امور شوراها و روستاهای استانداری خراسان و رضوی، از همه شما ممنون هستیم و خیلی خوشحالیم که امروز در جمع ما شما حضور دارین. من جا داره تقدیر و تشکر کنم از انجمن میراث فرهنگی روستای زیبد به خاطر این کار بزرگ، و من خدمت شما عزیزان عرض کنم که همه این کارهایی که منجر به این اتفاق امروز شد خود این بزرگواران شکل دادن. حالا اگه در اینجا لیست گذاشتن که ادارات و نهادها کمک کرده، شاید یه هماهنگی حد اقلی بوده. به همه شما دست مریضات میگم به خاطر این کار بزرگی که انجام دادید. و این نکته رو من تاکید کنم، این مرز و بوم تاریخ بسیار بزرگی داره و این تاریخ بزرگ برای همه ما گنجی نهفته است که به نظر من تازه به ارزش این گنج ما داریم پی میبریم. ما در خدمت این عزیزان بودیم، صبح من در روستای قوژدم اینو گفتم، جمله بسیار مهمی به نظر من گفتن سرکنسول محترم ترکیه، گفتن تمام این محصولاتتون بسیار ارزشمند، محصولات اقتصادی که دارین، ولی این میراثی که دارین و این حوزه گردشگری غنی که شما دارین، اینو به چسبین، این از همه چی مهمتره و این یک واقعیتی است مردم عزیز. من تاکیدم بر اینه که هر یک از روستاهای ما و هر نقطه از این شهرستان باید مثل زیبد نسبت به رویدادسازی میراثی و فرهنگی شروع کنه و تلاش کنه. ما مایه و بنمایه این میراث رو داریم و پتانسیلش رو داریم، و اینجا به نظر من یکی از کانونهای مهم گردشگری در استان و حتی در کشور خواهد شد. همین که
اولین میراث جهانی خراسان رضوی در گناباد به ثبت رسیده. انشالله رویدادهای مختلف فرهنگی باعث گسیل گردشگران زیاد که نتیجه اون اشتغال، نتیجه اون رونق اقتصادی منطقه ما و نتیجه اون آوردی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای منطقه ما خواهد شد. وقت گذشته، من نمیخوام تصدیق کنم، فقط به جهت تشکر از همه شما بزرگواران، از آقای دکتر عجم لطف کردن و عزیزانمون شورا و دهیاری، بخشداران محترم، همه دوستانی که به شکلی در برگزاری این همایش و همایش های این گونه کمک کردن و کمک میکنن، من ممنون هستم. و مهم همینه که خود مردم وارد این عرصه شدن. انشالله دولت موظفه و متعهده که حمایت کنه این گونه کارها و اقدامات رو، ولی وقتی خود شما مردم عزیز در صحنه هستید و میداندار هستید، کارهای بزرگ رقم خواهد خورد که حتما این گونه است. به افتخار خودتون. خب ممنون و سپاسگزارم فرماندار خوب و شایسته شهرمون جامعه دکتر نعیم‌پور. من قول میدم مهمونای خارجیمون برن برگردن کشورشون، هر جای کشورشون که بگردن فرمانداری بی این خوبی تو شهرهای کشورشون نمیتونن پیدا بکنن. به افتخار دکتر نعیم‌پور عزیزمون یه دست شایسته بزنید. به به، مهمانان عزیزمون از ثروت جام با گروه محلی و سنتی آوای جام، فردای جام. به سلام و وقت بخیر خدمت مردم سرزمین تاریخی زیبد و مسئولین محترم و مهمانان عزیزی که از کشورهای مختلف تشریف دارند. گروه فردای جام در خدمت شما هستیم از شهرستان تربت جان و روز فردوسی رو تبریک عرض میکنم خدمت شما. ما چند قطعه اجرا داریم خدمتون. اولین قطعه‌مون خب باید روز فردوسی است و بهترین قطعه‌ای که میتونیم در بیان عظمتش اشعار فردوسی انجام بدیم و تقدیم شما میکنیم. قطعه‌ای که انجام براتون اجرا میکنیم یه قطعه ترکیبی هست با شروعش به نام خداوند جان خرد معروف جناب فردوسی است. بعد میریم از سرزمین ایران و من فقط ابیات زیادی رو در رابطه با زیبد جناب عجم فرستاده بودن که من از ایشون هم تشکر ویژه دارم. ما یک بیت رو به عنوان یادگار در این قطعه در اجرا میکنیم و همزمان دو نفر از اعضای گروه ما رقص محلی تربت جامو انجام میدن که نماد عظمت شاهنامه و سرزمین خراسان است. ترکیبی از رقص و موسیقی رو در قطعه اول تقدیم شما میکنیم، بعد انشالله در قطعه دوم میریم یک ترانه شاد محلی خراسانی رو برای شما بزرگواران تقدیم میکنیم. یه دست شایسته به افتخار خودتون.
دست من است، ندانی که ایران به شست من است، جهان سر به سر زیر دست من است، جهان سر به سر زیر دست من است، جهان سر به سر زیر دست من است.
سپاسگزار این قطعه ویژه روز فردوسی، شاعر بزرگ ایران زمین بود. الان برای مردمی که خیلی دوستدار شادی هستن یه سورپرایز خوب داریم. سه ترانه معروف خراسان میخوام براتون اجرا کنیم: بیا بریم کوه، لیلا و ننه گل محمد. اگر دوست دارین یه دست بزنید. و توی این قطعه اگر دوست داشتیم میتونیم با ما همراهی کنیم با دستای قشنگتون. من این نویدو بدم که رقص چوب خراسان هم انشالله در پارت بعدی ما در خدمت شما و بزرگواران عزیز هستیم. حالا که دارم دارو نه نه گل محمد، حالا
خیلی دمتون گرم، به افتخارشون دست خیلی شایسته بزنید. روح و روانمون رو حقیقتاً صیقل دادن در این نیمه دوم اردیبهشت ماه 1397 در این دیار تاریخی زیبد سرافراز. من از دوستان داشتم می اومدم بالای صحنه میشنیدم که میگفتن آقا این یه قطعه دیگر میخوان اجرا بکنن و ما در خدمتشون خواهیم بود. دوستان عزیزی که به هر حال از تربت جام مهمان ما هستن، گروه فردای جام، به افتخارشون دارن صدای دستای شما رو میشنون. بله، سکا خانم مهمان، در کمال ادب و افتخار و احترام دعوت میکنم در خدمت شما باشیم. به نام خرد بخش بخرد نواز، با سلام خدمت حضار محترم. من قصد دارم درباره ارزش های تاریخی، فرهنگی و ادبی گنابد و زیبد صحبت بکنم. اجازه بدید کلامم را با ابیاتی از شاهنامه آغاز کنم که فردوسی حدود 1000 سال پیش در وصف گنابد و زیبد گفته: ز زیبد همی تا گنابد سپاه، در و دشت از ایشان کبود و سیاه. چو دانست گودرز کامد سپاه، بزد کوس و آمد ز زیبد برا. نام گنابد و زیبد در شاهنامه بسیار مهم هست. زیبد 11 مرتبه و گنابد 12 مرتبه در شاهنامه اسمش تکرار شده. البته سخن گفتن درباره زیبد در حضور اهالی این سرزمین و زیبد پژوه برجسته جناب آقای دکتر عجم، که من هر جا مطلبی درباره زیبد خوندم دیدم امضای ایشون هم زیر اون مطلب بود و نشان از تلاش ایشون در معرفی این شهر داشت. سخن بله حتما تشویقشون بفرمایید. ایشون به جای من صحبت میکردن، امیدوارم بتونم من بخشی از حق مطلب رو ادا بکنم. خب اول برای اینکه ما گنابد و زیبد رو بهتر بشناسیم، بریم به سراغ معنی لغوی گنابد. ببینیم که گنابد از نظر لغوی چه معنی داره و شما چی فکر میکنید معنی این واژه چی هستش؟ خب شاخصه اصلی گنابد قنات اون هستش. گنابد به قناتش معروف هست. از نظر واژگانی هم گنابد یعنی قنات آباد، قاف به قاف تبدیل شده و قنات آباد شده گنابد. این نظر اصلی هست که به خوبی نشون میده چقدر زندگی مردم این سرزمین به قنات وابسته بوده. یک نظر دیگه هم درباره معنی لغوی واژه گنابد هست و اون اینه که گنابد رو ترکیب گون آباد میدونن. گون به معنی خورشید و معتقدن که اینجا سرزمین خورشید هست، همونطور که خراسان رو سرزمین خورشید میدونن. خور یعنی خورشید و آسان یعنی جایی که خورشید از اون میاد، خورشید از اون طلوع میکنه. خراسان رو سرزمین طلوع خورشید میدونن و در شعر هم اومده که زبان پهلوی هر کو شناسد، خراسان یعنی آنجا کو خور آسد. خراسان را بود معنی خورایان، کجا از وی خوراید سوی ایران. خب بریم سراغ ویژگی اصلی گنابد، یعنی قنات قصبه گنابد که سرمایه اصلی این سرزمین هست. ناصر خسرو حدود 1000 سال پیش که به این سرزمین سفر میکنه، اسم قنات قصبه رو میاره و میگه که این قنات رو کیخسرو بنا کردش. من جمله ناصر خسرو رو از سفرنامه میخونم: آبی عظیم در این کاریز روان است و آن کاریز 4 فرسنگ میرود و گفتند که کیخسرو فرموده است کردن. در حفاره های باستان شناسی هم که در اطراف این قنات انجام گرفته، اشیایی پیدا کردن که قدمت اون به 2500 سال پیش میرسه که نشون دهنده قدمت این قنات هست. حالا امروز چه کاربردی داره این قنات برای ما؟ آیا این فقط یه پدیده تاریخی مربوط به گذشته است که دیگه تموم شده؟ خیر، امروز ما باید
بتونیم از این به عنوان یک جاذبه توریستی برای جذب گردشگر استفاده بکنیم. من میخوام نمونه های رو مثال بزنم از کشورهای اروپایی که چطور برجسته میکنن داشته هاشون رو برای جذب گردشگر و حتی گاهی اون چیزایی که مال خودشون نیست به خودشون تعلق نداره رو انقدر برجسته میکنن به طوری که از آن خودشون میکنن اون داشته رو. مثلا کشور هلند به چی معروفه؟ به گل لاله. هر جمعه میگیم لاله، لاله‌زارهای هلندی به ذهنمون میرسه. ولی جالبه بدونید که لاله اصلا مال سرزمین هلند نبوده اصلیتش. لاله از مشرق زمین به هلند اومده. به انگلیسی لاله میشه تولیپ و تولیپ ارتباط داره با طالبان. و این نشون میده که هلندی ها این بذر این گل رو آوردن به هلند، در اونجا کش کردن و این شد، این گل شده ما اینو به اسم هلندی ها میشناسیم. و این چیزی هست که گفته من نیست، در لاله‌زارهای هلندی این تاریخچه ذکر شده، خودشون به این مطلب اذعان دارن. یا مثلا در آمستردام که یکی از قطب‌های گردشگری اروپاست، گاهی اوقات میبینید از یه سری مسائل سطحی برای جذب توریست استفاده میکنن. مثلا من دیدم اونجا خونه ای که فقط 50 سال قدمت داشت تبدیل شده بود به موزه و حدود 10 یورو ورودی این موزه بود. این چیزایی که میگم رو من در هلند از نزدیک دیدم و یک سال اونجا زندگی کردم و تقریبا تمام موزه های هلند رو دیدم و از این جهت میخوام ستایش کنم این مردم رو که انقدر خوب حتی از نداشته های خودشون برای خود یه هویتی درست میکنن و ما باید این خصلت رو یاد بگیریم. همونطور که هلندی ها یک خونه با قدمت 50 سال رو تبدیل به موزه کردن، چرا ما نباید قناتی با قدمت 2500 سال که به ثبت جهانی رسیده و در فهرست آثار میراث جهانی یونسکو ثبت شده تبدیل به یک میراث بشری نکنیم و از طریق اون جذب توریست نداشته باشیم؟ خب اما این کار بسته به همت شما مردم هست. شما هستید که باید این قنات رو معرفی بکنید و نه فقط اون رو به ایرانیان، که به کل جهان بشناسونید. از طرق مختلف، از معرفی اون در وبسایت‌ها گرفته تا ایجاد خونه‌های بومگردی، تا ایجاد تورهای تفریحی، تا اینکه این قنات، این ویژگی گناباد از انزوای مردم خراسان در بیاد و از همه ایران و بلکه از همه جهان برای بازدید این میراث بشری به این سرزمین سفر کنن، که خب این میتونه درآمدزایی‌هایی هم داشته باشه. خب از گناباد بگذاریم بریم به سراغ زیبد، که من چه بگویم که به زیبد در وصف این سرزمین. اجازه بدید از کلام فردوسی استفاده کنم و ابیاتی را از شاهنامه بخونم. سپهدار ایران به زیبد رسید، از اندیشه کردن دلش بردمید. دو سالار هر دو ز کینه به درد، همی روی برگاشتند از نبرد. یکی سوی کوه گناوت برفت، یکی سوی زیبد خرامید تفت. دو جنگ مهم در زیبد اتفاق افتاده، یکی جنگ 12 رخ هست و یکی جنگ فرود هست، تراژدی قلعه فرود، که هر دو واقعه تاریخی رو به زیبد نسبت میدن. از جاذبه های زیبد هم که شما واقف‌تر هستین، قلعه زیبد هست، قلعه شاهنشین و قبر پیرانویسه در سوفه. پیرانویسه وزیر و سپهسالار افراسیاب هست. افراسیاب پادشاه تورانی و دشمن اصلی ایران هستش. اما از اونجایی که پیرانویسه فردی بسیار خردمند بوده و فردی صلح‌جو بوده، فردوسی با اینکه پیرانویسه دشمنش هست ولی از اون ستایش میکنه، اون رو مدح میکنه به خاطر ویژگی خردورزی و صلح‌جویی که اون داشته و حتی کیخسرو هم خردورزی پیران رو ستایش میکنه و به همین دلیل هستش که دستور میده اون رو با عزت و اکرام در پای کوه دفن بکنن.
من از این مطلبی که در شاهنامه اومده در وصف پیرانویسه میخوام بگم که فردوسی خرد دوست و صلح دوست هست. دشمن رو سیاه و سفید نمی کنه که بگه هر کس دشمن ما بود بده، نه. پیرانویسه که یک وزیر خردمند و صلح دوست هست رو ستایش میکنه و حتی در جنگ دوازده رخ هم این پیام اخلاقی رو داره که پیام اخلاقی اصلی جنگ دوازده رخ صلح دوستی هستش. قبل از اینکه من خلاصه از جنگ دوازده رخ رو برای شما بازگو بکنم میخوام بگم این پیام اخلاقی روش تاکید کنم بعد خلاصه داستان رو بگم. ببینید جنگ دوازده رخ در دل بزرگترین جنگ شاهنامه قرار گرفته، در دل جنگ بزرگ کیخسرو که این جنگ به خونخواهی سیاوش اتفاق میفته و یکی از مهمترین جنگ‌های هست که در شاهنامه اومده. با اینکه خیلی جنگ مهمی هست اما هدف فردوسی در این داستان تبلیغ جنگ طلبی نیست، بلکه برعکس میخواد صلح طلبی رو تبلیغ بکنه و در جای جای این داستان هی پیام‌های صلح آمیز رو تکرار میکنه که من چند بیتی رو خیلی خلاصه خدمتتون میخونم. از همین جنگ دوازده رخ و دعوت به صلح دوستی: نگر تا نیازی به بیداد دست، نگردان یاواد ایوان آباد پست. کسی کو به جنگش نبندد میان، چنان ساز کش از تو ناوی از زیان. که نپسندد از ما بدی دادگر، سپنج از گیتی و بر ما گذر. من میخوام از این پیام اخلاقی استفاده کنم خطاب به دیپلمات های عزیزی که در اینجا تشریف دارم و بگم که روحیه فرهنگی ما این صلح دوستی هست و نه جنگ طلبی که در شاهنامه در جای جای شاهنامه این پیام دیپلماتیک تکرار میشه. خب چون به من پیام دادن که خلاصه کنم، من از توضیح جنگ دوازده رخ میگذرم چون فکر میکنم تقریبا شما همتون باید آگاه باشید. ابیاتی هم بود که اونها رو نمیخونم، فقط میخوام اشاره کنم که آثار هنری با الهام از جنگ دوازده رخ خلق شده. از جمله فیلمنامه دوازده رخ اثر هوشنگ گلشیری و تابلوهای دوازده رخ که توسط دوازده نقاش نادره کار ایرانی کشیده شده. و میخوام به یک شاعر گنابادی اشاره کنم که شاید کمتر شما اونو شناخته باشید، قاسمی گنابادی که در دوره شاه طهماسب به صفوی زندگی میکرده و شاهنامه هم به اسم شاهنامه قاسمی گنابادی داره که باز میخواستم ابیات رو بخونم که اینجا ازش صرف نظر میکنم. باز این که ما از چه استفاده میتونیم بکنیم از زیبت در روزگار امروز. دیدم که شما اهالی زیبت خیلی علاقمند هستید که اسامی فرزندانتون رو از پهلوانان جنگ دوازده رخ انتخاب کنید. من اسامی این پهلوانان ایرانی رو میخونم، شما میتونید یادداشت کنید و برای انتخاب اسم فرزندانتون استفاده کنید: گیف، گرازه، فروحل، بیژن، رخام، حجیر، زنگه، گرگین، گودرز، گستم از این پهلوانان هستند که همینطور میشه برای نامگذاری نام خیابون ها هم استفاده کرد. و پیشنهاد دیگه ای که دارم برای معرفی بهتر زیبت و گناباد، خب علاوه بر تقویت بومگردی همایش بود در اسفند 96 در شهرتون فردوس. من اونجا پیشنهاد دادم که بیایم از آثار یکی از نگارگران اهل تون به اسم میر افضل تونی استفاده کنیم و دیوار نگاری کنیم، دیوارهای شهر رو با نگارهای این نقاش زینت بدیم که هم این نگارگر معرفی بشه و هم زیباسازی فضای شهر باشه. حالا میخوام این پیشنهاد رو به مردم گناباد هم بدم، میتونیم از تصاویر جنگ دوازده رخ استفاده کنیم برای دیوارنگاری که هم فضای شهر رو معرفی کنه هم شناسنامه شهر باشه. خب من تقریبا کلامم رو تموم میکنم، فقط از من خواستن که دوستان لو
لطف داشتن و یک بنری از کتاب من آماده کردم به نام شاهنامه نگاری گذر از متن به تصویر. چون فرصت نیست خیلی نمیتونم درباره محتوای این کتاب توضیح بدم، ولی این کتاب رو من حدود 2 ماه در دانشگاه کمبریج بودم و تصاویر نگارهای شاهنامه رو از پروژه‌ای که در این دانشگاه انجام میشد استخراج کردم و میتونید به این کتاب رجوع کنید برای دیدن تصاویر پهلوانان، اینکه فردوسی در نگاره ها چطور تصویر شده، باورهای مردمی و مذهبی چطور به تصویر در اومده و غیره. من سخنم رو به اتمام میرسونم به امید اینکه بار دیگر که به گناباد و زیبد اومدیم این شهر تبدیل شده باشه به یکی از قطبهای اصلی گردشگری ایران. سپاسگزارم ازتون. جناب قلی‌پور رو تشویق بفرمایید یه بار دیگه. بله در خدمتتون هستم آقای قلی‌پور. بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً سلام. حیفمون اومد دوستان گناوادی اینجا هستن، خصوصا مدیر کل محترم میراث فرهنگی خراسان که مواردی رو به خدمت ایشون عرض نکنیم. ابتداعا صحبتم رو با یه شعر آغاز میکنم. باز مجددن زیبدی که ذکر در شاهنامه گشت، لشکر توران در آن آواره گشت، اندر آنجا جنگ کردن خوب خوب آن 12 رخ، 12 یار خوب، قلعه ها و درب صوفه پیر آن افتخار ماست، اما بینشان خون یاران پای قلعه ریخته است، تا نگردد اهل ایران خار و پست. ای که دستت میرسد کاری بکن، فکر قلعه باش نگهداری بکن. قلعه زیبد نحیف و خار گشت، جای ساخت و نصب حوزنبار گشت، آن زمین های قشنگ در آن کنار، آن زمین های قشنگ در آن کنار، بحر اردوگاه گشتن واگذار. آن همه دیوار خوبش ای عزیز، گشت مخروبه و کلی سنگ ریز. با تو میگویم ایا دهیار خوب، هم به شورا و همه یاران خوب، من و تو باید که همکاری کنیم، از نشانهامان نگهداری کنیم. جناب مدیر کل، این مردم مشتاق رو دارید میبینید و این قلعه‌ای که واقعا خار شده اینجا. میدونید که منطقه گناباد به دلیل خشکسالی‌های فراوان منطقه‌ای نیست که بشه برای از کشاورزی استفاده کرد. از نظر صنعت هم به دلیل دوری به شهرهای پرجمعیت شاید توجیه اقتصادی نباشه. دوره آینده دوره گردشگریه و با توجه به ثبت قنات قصبه، ثبت جهانی قنات قصبه، وجود گردشگری مذهبی به دلیل وجود شهرستان کاخ و امامزاده محمد عابد در اونجا و همچنین بحث کویر گناباد، محلی است که ما میتونیم بحث گردشگری رو در اینجا توسعه بدیم. باز به دلیل اینکه منطقه گناباد محل عبور مسافرینی است که به دلیل زیارت از کشورهای شرقی وارد ایران میشن و مشهد میرن، این محل میتونه گناباد محل خوبی باشه و وقوع جنگ 12 رخ در زیبد و نمادهایی که وجود داره در اینجا میتونه پای گردشگران رو به اینجا باز کنه. من از مدیر کل محترم و همه زیبدی های عزیز میخوام که دست در دست هم بدیم و انشالله قلعه رو بازسازی بکنیم. برای شروع کار هم من در همینجا مبلغ 5 میلیون تومان از اختصاص میدم که شروع بکنن ابتداعا دور اون حوزنبار رو از اون حالت در بیارن و انشالله با سنگهای قلعه درست بشه. از همه زیبدی های عزیز، مهمانان عزیز گنابادیمون، مسئولین محترم، خصوصا مدیر کل محترم میراث فرهنگی، میخوایم که به عنوان یک پروژه حداقل این شناخته بشه که اگر خواسته باشیم اینجا کاری رو انجام بدیم، به دلیل اینکه قلعه زیبد ثبت شده نمیتونیم ما کاری انجام بدیم، یه پروژه مصوبه بشه و حالا بودجش هم ما خودمون از مردم یا شما هم اگر کمک کردید قطعا دستتون رو میبوسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب جناب دکتر ارباب خالص در خدمتتون هستیم، خیلی کوتاه مشاور وزیر امور خارجه. سلام علیکم خدمت همه مهمانان و حضار گرامی. عذر میخوام وقت گذشته، دوستان هنرمندم منتظرن اینجا، شما هم همینطور، موقع نماز هم هست، اما وظیفه دونستم که هم عرض سلامی کرده باشم خدمت همه شهروندان زیبری و گنابادی و میزبانان خوبی که از صبح ما مزاحمشون شدیم توی این مدت. البته دومین باری است که ما ظرف چند ماه مزاحم دوستان میشیم در شهر گنابادی و زیبد و از ظرفیت های اینجا به نحو احسن استفاده کردیم و انشاءالله امیدواریم بتونیم در چارچوب همکاری‌هایی که بتونیم برای کشورهای مختلف تعریف کنیم، در چارچوب همکاری‌های فرهنگی و گردشگری بتونیم ظرفیت‌های واقعی شهرستان زیبد و گناباد و این خطه را به دیگر کشورها بشناسونیم تا حضور گردشگران خارجی رو انشاءالله در آینده نزدیک در اینجا داشته باشیم، تا از استعدادهای بالفعل و بالقوه این منطقه که به حق در شأن شما مردم خوب منطقه هست بشون استفاده بکنیم و از زمینه رشد تعالی بیشتر فرهنگ و اقتصاد این منطقه را فراهم بیاریم. فقط جهت عرض ادب من گفتم تشکر از جانب خودم و همکارا و کرو دیپلماتیک که اینجا هستیم خدمتتون داشته باشیم و از جانب مجموعه وزارت خارجه به نحو احسن بتونم تشکر کنم. دو تا خبر من خدمت شما عرض کنم. این که در چارچه جدید وزارت امور خارجه در حوزه معاون اقتصادی ما اداره جذب گردشگر خارجی رو ایجاد کردیم که با همکاری تنگاتنگ که با سازمان گردشگری کشور انشاءالله داریم تعریف می‌کنیم، زمینه حضور گردشگران خارجی رو در کشور بخصوص در این منطقه که استعداد داره انشاءالله به منصه ظهور برسونیم. دومی که ما در با فعالیت مجدد ستاد ایرانیان خارج از کشور که دبیرخونه‌اش در وزارت خارجه تشکیل شده، صبح خدمت آقای نویپور فرماندار محترم عرض کردم که امیدواریم بتونیم ایرانی‌های خارج از کشوری که متعلق به این شهرهای مختلف هستند که دوست دارن به نحوی خودشونو در این شهرها بیان و حضور مجدد پیدا کنن، سرمایه گذاری بکنن و آثار تاریخی اینجا را به یک شکلی از خودشون به یادگار بذارن، فعالیت اقتصادی و گردشگری و سرمایه‌گذاری انجام بدن، بتونیم از طریق خود شهروندان شهرستان های مختلف از جمله زیبد و گناباد شناسایی بکنیم، از طریق شما اونا رو از خارج کشور بتونیم دعوت بکنیم در اینجا حضور داشته باشند، با تمهیدات و سیاست هایی که در پیش رو داریم انشاءالله بتونیم حضور اونها رو از یک طرف حضور ایرانیان خارج از کشور در اینجا و از سوی دیگر خارجیانی که دوست دارن سرمایه گذاری بکنن در این مناطق و همچنین به عنوان گردشگر حضور داشته باشن انشاءالله بتونیم از این ظرفیت ها استفاده بکنیم. مجدد از همه شما تشکر میکنم از اینکه تسلیه اوقات شد، عذر میخوام به افتخار خودتون و مردم خوب منطقه، خواهش مندم که تشریف بفرمایید. دعوت میکنم مهمانان عزیزمون جناب فرماندار و هر کسی که صلاح میدونید حاضر بشید برای اهدای لوحه تقدیر و جمع ما رو ترک نکنید. ما بعدش دوستان عزیزمون که از صحبت جام زحمت کشیدن در جمع حاضر شدن یه چند تا قطعه موسیقی خیلی جذاب و قشنگ رو قرار تقدیم شما بکنم، بعدش هم نورافشانی و پایان برنامه. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی نمودید از تک تک شما خانم‌ها آقایون ممنون و سپاسگزارم. خداوند قادر منان را شاکریم که به ما نعمت قدردانی و تقدیر از عزیزانی که همواره با عزمی راسخ در پرتوی از صداقت و تولوری از مشارکت و بارقه‌هایی از مسئولیت پذیری با روی کرده آفریدن فرداهایی بهتر و برتر تلاش می‌کنند را ارزانی فرمود. درود خداوند بر شما که همیشه در ایام ترنم زیبای رویش محبت و اخلاص را با تلاش بی‌نظیر خود به تصویر می‌کشید. در همین راستا بر خود لازم می‌دانم از همیاری و مشارکت جناب عالی در برگزاری دومین جشنواره بزرگداشت فردوسی و حماسه 12 رو در محل وقوع این حماسه دهستان زیبد صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم. امید است در سایه عنایات ایزد منان موفق و معید باشید. دبیر همایش و بخشدار کاخ محمد رضا حجازی تشویق بفرمایید. ما به صورت نمادین 5 تا لوح تقدیر رو تقدیم میکنیم و بعدش انشالله در فرصتی مناسب تقدیم عزیزان خواهد شد لوح تقدیرشون.
جناب آقای احمد عبدالله زاده. بله بخشداران عزیزمون از گناباد جناب رضایی و جناب حجازی از کاخ در جمع حاضر شدن برای ادای لعاد، سپاسگزارم. جناب آقای حاج علی قلی‌پور، من از دوستان میخوام چون الان لحظات ملکوتی اذان هستش با صلوات همراهی بفرمایید. جناب آقای محمد دهقان، جناب آقای دکتر محمد عجم، سرکار خانم صغرا معصومی، و تقدیر و تشکر از زعفران آنایتا. جناب آقای علی قلی‌پور، Good evening to you all. شب شما بخیر همه مهمانان عزیز. I'm not taking much of your time. I just simply explain who I am. Mulugeta Zode is my name and I represent UNHCR in Mashhad. من مایل نیستم در این فرصت‌های آخر وقت شما رو زیاد بگیرم. خودم رو معرفی می‌کنم. نماینده سازمان ملل در امور پناهندگان در خراسان هستم. UNHCR or my agency is UNHCR's role is to support the government's effort in assisting refugees here in the Islamic Republic of Iran. سازمان ملل در رابطه با امور پناهندگان وظایفی داره و کارهای انجام میده، خدماتی میرسونه به آوارگان مختلفی که در ایران هستن. I would like to take this opportunity to thank the governor here for this opportunity that we have here today. از فرصت استفاده میکنم و از جناب آقای فرماندار تشکر میکنم برای این مهمان نوازی که داشتن در شهرستان گناباد. I would like to also thank the MFA who gave us this opportunity and organized this event, particularly Mr. Arbab Khalis. مایلم تشکرات خود را ابلاغ بکنم به جناب آقای دکتر ارباب خالص، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه. And probably before I finish, allow me as myself Mulugeta Azode, I have witnessed today being here, particularly the Connaught, which I was told has been registered by the UNESCO Heritage Site, which it is now no more of for Gonabad or for Khorasan Razavi, but it becomes for the world, which shows or which serves civilization for the whole world, for the whole humanity, which you have to be proud of. اجازه بدید که به عنوان شخص خودم ابراز بکنم احساساتم رو از آثار تاریخی که از این منطقه دیدم، به خصوص قنات قصبه که به دلیل عظمتی که داشته ثبت میراث جهانی شده و دیگه الان متعلق به فقط شما در گناباد نیست، بلکه یک تمدن، یک میراث جهانی و تمدن جهانی برای کل دنیاست. I'm very grateful to be here today with you in commemorating Ferdowsi event and I would like to say thank you once again. خوشحالم که در مراسم گرامی داشت فردوسی که در اینجا برگزار میشه من حضور دارم و بسیار خوشحالم از این بابت و تشکر و سپاس فراوان میکنم از شما برای اجرای این مراسم. Thank you. تشکر.